حالا توی لیگ قهرمانانی قرار شرکت کنید که هر سه نفر مثلا کریس رونالدو داره، کریم بنزما داره و شاید کلی بازیکن ستاره. خیلی اینا هیجان انگیزه خداییش، یعنی سطح لیگ قهرمانان آسیا رو یه دفعه میبرن اینا بالا. ولی خب از اونورم انتظار اینه که ما بتونیم مقابله کنیم، یعنی اتفاق جوری باشه که ما بتونیم جلوشون هم دووم بیاریم هم نتیجه بگیریم. با این شرایط والا ما همین الان هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، ما نمیتونیم واقعا. ما تنها امیدمون تو ایران نیروی انسانی و پتانسیل فنی بازیکنامون بود که الان با این شرایط یه واقعیتیه، باید قبول کنیم. بنزما داره تو رئال بازی میکنه، رونالدو 7 توپ طلا داره، ما چه جوری میخوایم باهاشون رقابت کنیم؟ خب چی ما به جای اینکه لول خودمون رو ببریم بالاتر، دستمزد رو ببریم بالاتر، فوتبال سومین صنعت برتر دنیاه، بیشترین پول داره توش جابجا میشه، بعد ما همه چیمون برعکسه، میایم کم میکنیم دستمزد رو، سقف بودجه میذاریم. الان تیم ما امسال قهرمان شده، شما میتونید هوادار رو قانع کنید که سال بعد قهرمان نشه؟ 100% سال بعد میگه شما مدافع عنوان قهرمانی برو قهرمان شو. وقتی بودجه رو کم میکنن چجوری بازی کنه که قرارداد نداره بمونه؟ مگه ما فوتبالیستیم؟ مگه بیزینس دیگه ای داریم؟ چند سال مگه قرار بازی کنیم؟ اینو صادقانه میگم، ما از صبح تا شب جونمون رو میذاریم برای فوتبال، دیگه وقت شغل دومی رو نداریم. وقتی کل سالت متمرکز میشه رو بازیات، شغل دوم قطعا نابود میشه، میره کنار. بعد به جای اینکه یه آفری به ما بدن دستمزدمون رو بیشتر کنن، میگن سقف قرارداد بذاریم، اگه اینجوری شد، اگه اونجوری شد، آپشن 20% بذاریم. مثلا متوجه این چیزا نمیشم. آخه خب من میگم که من بحثم اینه، میگم برای همه تیم‌ها شما نمیتونی یه حکم صادر کنی. چرا؟ تو همه دنیا هم همینه، تیمی که بیشتر طرفدار داره، تیمی که مقام میاره، تیمی که توجه بهش بیشتره، این میتونه بیشتر هزینه بکنه. به نظر من میگم شما نمیتونی یه عدد ثابت بگی برای همه تیم. الان گفتم مثلا تیمی که اول بشه، اول تا سوم بشه، یه پله بالاتر، تیمی که نمیدونم والا بازیکن ملی داره، همچین قرار ترانسفر داره. مثلا چرا ما باید محدود باشیم همیشه؟ من این سوالی که تو ذهن منه اینه، الان مثلا لیگ عربستان رفتن بازیکن با کیفیت طرز اول اروپا رو آوردن، قطعاً لیگ‌های دیگه مثل قطر، امارات، اینا الان دنبال اینن که برن فقط یه بازیکن با کیفیت بیارن باهاشون مقابله کنن دیگه. چشم هم چشمیه. ما الان تو این دوره مثلا فوتبال، تو این دوره زمان دنبال سقف قرارداد ریالی ببندید و نمیدونم سهمیه رو کم کن، بازیکن اینطوری باشه، بازیکن اومد قرارداد بس مثلا 10 تومن، سال دومش باید 25% بالا بره. این چیزا چیه؟ الان یه بازیکن با کیفیت خارجی میخوای بیاری، چی میخوای بهش بگی؟ واقعا چی بهش بگی؟ مثلا این قرارداد بذاری جلوش میخنده بهمون. آخه میگفتن که مثلا اینو برای یه ذره مرتب شدن و یه ذره نظاممند شدن قراردادهای فوتبالی، خیلی نامرتب میشه، هیچ کمکی نمیکنه. پشت پرده فوتبال بیشتر میشه. اینو من موافقم، این پشت پرده، یعنی به جاش مثلا ممکنه ماشین بدن و مثلا قدیما که میلگرد میداد ما بازیکن ملی داشتیم قرارداد بس 5 تا سراتو هم گرفت. ما هنوز وی ای آر نداریم، هنوز دنبال اینم بازی با تماشاگر بشه یا نشه. ما بازیمون با هوادار با شلنگ اومدن زمین آب دادن، یعنی رونالدو میخواد بیاد منتظر بمونه با شلنگ زمین آب بدن بعد بیاد بازی کنه تو ایران؟ بعد ما ابرقدرت آسیاییم، شما برو عربستان، قطر، ژاپن، کره، این تیم‌ها رو ببین، واقعا اونا اینجوری هستن. یعنی میگی ما اول نظم برگزاریمون رو اصلا نداریم، سخت افزار رو بعد بریم. ما اصلا برنامه بازیامون معلوم نیست، همین دربی دو بار ساعت بازی عوض شد، اصلا نمیدونی کی لیگ شروع میشه، کی لیگ تموم میشه، هیچ برنامه ریزی نمیتونی برای خودت داشته باشی. چجوری میخوایم مثلا سقف قرارداد؟ الان همه چی درسته، قشنگ بازیکن‌ها مشکل دارن که میخوان سقف قراردادشون رو جابجا کنن. مگه چقدر پول مثلا به ما میدن تو این تورمی که تو این زندگی هست؟ همه مردم گرفتارن، حالا هر کی به اندازه خودش. با این پولی که به ما میدن امورات عادی ما میگذره دیگه. الان ما به صورت عادی داریم زندگی میکنیم، لاکچری که زندگی نمیکنیم که بگم اوکی یه ذره بیاد پایین. اوکی سقف قرارداد رو بیارید پایین، هیچ مشکلی نداره. همه چیزا رو بیارید پایین، ما هیچ مشکلی نداره. مثلا قرارداد ما میگه 100 میلیون، ولی فقط فوتبالیستا رو میاریم پایین، آدم ضرر میکنه، آدم میسوزه. فوتبالیست واقعا این همیشه مثلا واسه خودم سوال، چرا این سیبله همیشه واسه فوتباله، واسه فوتبالیسته؟ این ورزش‌های دیگه هم اصلا وجود نداره. شما ببین یه سر به ورزش دیگه بزنید، بیزینس‌های دیگه همش فوتبال. یعنی ما مثلا کل ایران مختصر و مفیدش این فوتبالیستا، یعنی هر چی هست از بیزینسی هست، هر پولی هست، تو جیب ما فوتبالیست هست. به خدا اینجوری نیست. حالا آقای میساقی سهمیار هم آزاد کردن تو جام باشگاه آسیا و دیگه فکر میکنم که راحت میتونن 7 تا 8 تا 10 تا بله بازیکن آسیایی بگیرن و کارو خیلی سخت میکنه. الان شما
اگه بازیکن با کیفیت شما دیدید دیگه لوکادیا اومد چقدر کمک کرد به ما، بازیکن با کیفیتی بود. حالا من میدیدم که مثلا محمد عمری باهاش ارتباط برقرار میکرد و خب خیلی چیزا از این یاد میگیره و بازیکنی بوده که تو لیگ انگلیس بوده و همه بازیکن‌ها من فکر کنم اگه مربیای با کیفیت و رزومه داری بیاد تو لیگمون، هم لیگمون پیشرفت میکنه، هم بازیکن‌های تیم ملیمون خوب میشن و بازیکن‌های جوانمون هم ارگوبرداری میکنن و باید یه سری نکات حالا مشاوره بگیرن، حتی بازیکن‌های پرسابقه لیگ، پرسابقه تیم ملی، یعنی مثل آقای شجاعی، مثل آقای سید جلال، بله باید درد دل بازیکن‌ها هم بشنون و متوجه بشن. اینطوری نباشه که حالا هر تیمی که واقعا این وسط بازیکن‌ها ضرر کنن و یه جورایی به نفع باشگاه باشه و باید درد دل‌های بازیکن‌های لیگ هم بشنوید. ما متاسفانه اتحادیه فوتبال نداریم و اتحادیه بازیکن‌های فوتبال نداریم و خیلی آسیب می‌بینیم. ما نه بیمه هستیم، نه حالا پرداختیامونو به موقع کل تیم‌ها رو دارم میگم و می‌گیریم و کمیته انضباطی هم من از سالی که نفت تهران بودم هنوز طلب دارم دیگه، تیمم افتاد اصلا معلوم نشد چی شد. امیدوارم که حالا پیگیری‌هایی که اونایی که این بندای قراردادو می‌ذارن واقعا بیان با آقا 3-4 تا بازیکن مثل آقای شجاعی، آقای سید جلال حسینی هستن، میتونم مشاوره بگیرم و درد و دلای بازیکن‌ها رو برسونم به سازمان. خوبی آقا مثلا نگاه کنید یه حرف قشنگ زد، دایی گفت لوکادیا اومد یا حالا مربیا. الان شما نگاه امسال تیم تراکتور چه کیفیت خوبی داشت تو بازیشون، یه مربی با کیفیت آوردن هم سپاهان. این خب کیفیت فنی لیگو برد بالا، تا هفته آخر همه بازی جذاب. ما به جای اینکه بیایم کمک کنیم به این فوتبال، چهار تا به قول خودمون مربی و بازیکن خود خوبو بیاریم تو این لیگ، داریم اینا رو محدود در میکنیم، یه برگشت به عقب داریم میزنیم، یه قوانینی میزنیم که داره به فوتبال لطمه میزنه تا بیشتر کمک کنه. به نظر من باید یه ذره این تو این تصمیم گیری هاشون دقت بیشتری داشته باشن. یکی از بزرگترین ضعف هم همین حرفه دارید، به نظر من درسته که ما اتحادیه بازیکنان نداریم، الان هیچ بازیکنی تو ایران نمیتونه تضمین کنه طول فصل قراردادش کامل میگیره، هیچ باشگاهی هم این تضمین رو بهت نمیده، یعنی واقعا وجود نداره چون هیچ وقت نه فدراسیون نه سازمانی پشت بازیکن نبوده. منم به نظرم یه سری بنداش واقعا جای صحبت داره. همون اول گفتم میگید به بازیکن 2.5% قرارداد بده فدراسیون برای چی؟ در قبال چه امکاناتی به بازیکن؟ حتی خانواده‌های شما بیمه نیستن فکر می‌کنم. ما خودمون هم بیمه نیستیم. من این 2.5% چیه دقیقا؟ میشه باز کنم؟ من خیلی این تو مخمه. چرا باید بدم؟ من نمی‌دونم 2.5% چیه. من گفتم با تیم‌های ملی بانوان کمک می‌کنن، حالا رده‌های مختلف. اگه کمک کنن که عالیه. اگه کمک کنن. آقا نه اصلا خودشون یعنی بودجه درآمدزایی پس داستان فدراسیون چی میشه؟ میشه آقا اونو اتحادیه بازیکن‌ها میگیره که این خدماتی به بازیکن‌ها بده. نمی‌دونم امیدوارم این بنده رو درست کنن، چون تو من میگم باید نمی‌تونی شما یه حکم برای همه تیم‌ها صادر بکنی. فرق می‌کنن تیم‌ها با هم دیگه، شرایطشون، اسپانسرینگشون، میزان توجه بهشون باعث میشه که درآمده کسب بشه، حالا توی شبکه‌های اجتماعی یا هر بحث دیگه‌ای. حالا خیلی تخصصی شد به نظرم. بحثمون تا اینجا چند تا عکس بچه‌ها نشون بدم ببینیم از کمال